بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت دوستان عزیز ارجمند حضار محترم و با حضور تأخیر به فرمایش پیامبر محمد العبدو یدبر و الله یقدر ما بندگان تسلیم میکنیم برنامه‌ریزی میکنیم ولی در واقع تقدیر با خداست از فرمایشات حضرت علی است که عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود یا خدا رو من از این طریق شناختم که بسیاری از تصمیماتی که گرفتم از با ارادهی که کردم فسخ شد و بسیاری از جایی که گره خورده بود فکر میکردم که راه حلی نیست اونا باز شد گشوده شد فسخ عزائم و حل العقود عقد نگیره ها بسته ها یعنی معلوم میشه که خیلی در اختیار آدم نیست تصمیمات به پیامبرم قرآن میگه نگو من فردا این کار رو بکنم لا تقولو انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله مگر خدا بخواد یعنی مشیت خدا عوامل مختلف فاکتورهای مختلفی دستن در کاری که خواست ما در واقع تو این مجموعه از همه در اختیار ما نیست من هم حداقل یه ساعت و نیم زودتر رفته بودم ولی به هر حال پرواز تاخیر داشت و دیگه باید به پروازهای بعدی میرسیدیم پله پله حالا پکیجمون هم یه جای دیگه فرودگاه دیگه رفته با خودمون بالاخره اونجا رسیدیم به هر حال مقدمه در جهت عذرخواهی بود که معطل شدیم خب بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والقرآن فقط این ماه رمضان درش قرآن نازل شده و قرآنی که یک هدى للناس برای همه مردم یک هدایت عام هدایت جامع عالم و عامی و زن و مرد و همه قسمت دوم بینات من خدا هدایت های پیشرفته تر تبیین یافته تر با دیتیل و جزئیات بیشتر بر حسب اینکه چقدر شایستگی و تزکیه نفس و تحقیق و تتبع باشه سوم ول فرقان فرقان اون محک تشخیص دیگه طلاسازای محکی دارن که عیار طلا رو تشخیص میده یعنی قرآن یک شناختی به شما میده که دیگه شخصیتتون شخصیت قرآنی میشه میتونید در مسائلی که پیش میاد اتخاذ موضع بکنید تصمیمتون رو درست انتخاب بکنید خب پس بحث هدایت این ماه ماه هدایت در لولای مختلف که اوجش هم شخصیت صاحب صلاحیت صاحب تشخیص پیدا کرده که خودش دیگه آدم بتونه بد و خوب رو از هم تشخیص بده اما هدایت برخلاف اون چی که در ترجمه ها و تفاسیر می نویسن راهنمایی نیست بلکه راهبری بردن به مقصوده شما یه وقت از یک کسی آدرس میخواید بهتون یه مشخصاتی میده چپ برو راست برو جی پی اس ولی یه وقت هست میفته جلو میگه دنبال من بیا در معنای هدایت تبعیت نهفته است به خاطر همینه که هیچ جای قرآن نگفته این کتاب هدایت برای گمراهان در حالی که ما فکر کنیم راهنمایی برای گمراهان باید باشه یه راه نمیدونه میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین تو اگه تقوا داشته باشی میرسی نشون دادن نیست یعنی به نیروی تقوا با مرکب تقواست که تو به اون هدف میرسی در سوره نحل میگه هدى و رحمة للمؤمنین هدایت برای مؤمنین تو سوره فرقان میگه هدایت برای محسنین اونا که احسان میکنه تو سوره نحل میگه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمین اونا که تسلیم میشن یعنی با سلف کنترل با تقواست که به اون مقصد میشه رسید
با ایمان به حقایق که میشه به اون رسید، با احسان به مردم، نیکوکاری که میشه رسید، اینا چرخ هستن، اینا مرکب هایی هستن که به مقصد ما رو میرسونه که جامعه تقوا و ایمان انسان میشه تسلیم مطلق میگیره که خودم رحمتن و بشرا للمسلمین. خب پس منظور از هدایت رسوندن ما به یک مقصد، یک مقصودیه در واقع. خب این مقصود کجاست؟ این مقصد کجاست؟ کجا رو میخواد ما رو برسونه؟ و اگه رسیدیم به کجا رسیدیم؟ در واقع به رشد انسانه، به تعبیری به بلوغه. بلوغ معنوی ما رسیدن به اون مقصودی است که برای هدایت قابل تصوره. این هدایت ما رو به جایی میرسونه که دیگه برسیم. بلوغ یعنی رسیدن دیگه. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله. بلوغ یعنی رسیدن. در واقع اون مقصدی که باید بهش رسید که بلوغ هست، هدفونه. و عرایز بندم امروز رمضان و شخصیت بالغ به دلیل در واقع همین ارتباط موضوعی هستش. سعی میکنم در این وقت، نمیدونم حالا تا کی فرصت داریم، بلوغ رو هم از دید قرآنی توضیح خدمتتون بدم و هم از فرمایشات، حکمت‌های کسی که این ماه مقارن شده با شهادت او، کسی که از 19 سالگی با قرآن بزرگ شده، اول مرد مسلمان بوده، یعنی بعد از خدیجه اول کسی که مسلمان شد، از 9 سالگی علی ابن ابی طالب امیرالمومنین بود. پا به پای قرآن رشد کرده. سن 9 سالگی هنوز اون شخصیت انسان رشد نکرده، شکل نگرفته، ولی پا به پای نزول وحی، اونم در کنار کسی، در دامن کسی که مخاطب وحی هست. به تعبیر خود حضرت علی میگه که من مثل بچه شتری که همیشه دنبال مادرش هست، دنبال پیامبر بودن. کل یوم یرفع من اخلاقهی علما، هر روز پرچمی از اخلاقش برای من برمی‌افراشت و به من توصیه میکرد که تبعیت کنم. پس در واقع گام به گام به عنوان فرزند قرآن پله پله رشد کرده، با پیامبر همراه بوده. بنابراین این مفاهیم راجع به بلوغ رو قاعدتا در سخنان او بهتر میشه فهمید تا ما که امروز از طریق روایات و احادیثی که سینه به سینه گشته چقدر میدونیم که اینا اصالت داره بخوایم بررسی بکنیم. این در واقع یه بعد قضیه است. از طرف دیگه همطور که میدونید روانشناسان شخصیت انسان رو در یک تقسیم بندی سگانه بیان کردن. یکی شخصیت کودک، یکی شخصیت والد، یکی شخصیت بالغ که مورد بحث امروز ماست. یکی همون اینر چایلد، یعنی همه ما در درونمون این سه بُعد رو داریم. اون ویژگیه که مخصوص کودکانه. در این مورد خودتون بهتر میدونید، کتابای متعددی نوشته شده، توضیحات مصطفایی دادن، کاملا روشنه براتون. توضیح میده که شخصیت کودک شخصیتی است که احساسات و عواطف بر او غلبه داره. اهل زود و زور و ضربتیه، زود میخواد، به زورم میخواد، در واقع همه چی رو فوری میخواد، معالندیش نیست، اهل قواعد و قوانین و نرم و شریعت و عقل و این حرف هم نیست، میخواد دیگه، فقط دنبال فانه، دنبال در واقع لذت هرچه بیشتره، هیچ فکر آینده هم نمی کنه در واقع. این در واقع بهش میگن شخصیت کودک در واقع، اینر چایلد. شخصیت والد شخصیت کنترلگره. حالا کنترلگری که یا مستبده
یا حمایتگره، نتیجهش هر دو یکیه، یعنی مثل پدر سالاری یا مادر سالاری که شرطی صحبت میکنه، یعنی یه روحیه کنترلینگ احساس میکنه که برتر والد من باید در واقع ساپورت بکنم. حتی خیلی ها به نیت مثبت هم دارن، ولی هدف اینه که اونها سلطه داشته باشن. این در وجود همه آدم ها کم و بیش هست. شخصیت در واقع مرحله بالاتر رو که این در واقع به عنوان مثلا وضعیت آخر توضیح میدن، جایی که آدم باید برسه، شخصیت بالغه. شخصیت بالغ شخصیتی است که دیگه عقلش، قدرت تمیزش و احساساتش حاکم شده و میتونه اگر خشمگین شد عقب بندازه، در واقع دیلی گراتیفیکیشن، یک نوع به اصطلاح به عقب انداختن ریاکشنی که در برابر خب اون چی که اتفاق میفته، بدیهایی که به اون میرسه، بخواد از خودش نشون بده. خب اینا در واقع ویژگی هاییست که کتاب ها دیگه در این باره نوشتن. من فقط خواستم یه توضیح بدم شخصیت بالغ رو که حالا میخوام راجع به صحبت بکنیم، که ببینیم تا چقدر انطباق داره با مفاهیم دینی که بهش باور داریم. البته این سه بود در وجود همه ما هست که باید به تعادل برسونیم. در واقع مهم شناخت این نقاط ضعف و قوت که هر کدوم، ببینیم که چند درصد اون اینر چایلد فعاله در وجود ما، چند درصد اون حالت به اصطلاح والد داریم میخوام کنترل بکنیم همسرمون رو یا بچه‌هامون رو. اینا مهم شناخت خوده و در واقع برنامه ریزی کردن، هم آموزش و کسب مهارت رو به تدریج بتونیم هرچه بیشتر اون شخصیت بالغ خودمون رو در واقع به تعادل برسونیم. شخصیت بالغ همطور گفتم کسیست که سلف کنترل داره. در واقع این یه مطالعات خیلی گسترده ای دانشگاه استنفورد از فکر میکنم 35-40 سال پیش شروع کردن در مورد بچه های خردسال، از سنینه مثل این که 5-6 ساله شروع کردن، با یه آزمایشی که همه آشنا هستیم، کتابایی هم زیاد هم نوشتن. اینا رو در واقع روی میزی از این شیرینی های مرچمان رو میگن چه میگن قرار میدن، بچه ها رو دونه دونه میخوان و اون معلمش میگه من میرم بیرون یه کاری دارم، تو اگه دست زدنی من وقتی برگشتم دو تا بهت میدم. دوربینم روشنه، عکس‌العمل های اینا رو دوربین داره میگیره. اینو دسته بندی کرده که میگه من 3 دقیقه میرم، 3 دقیقه 5 دقیقه. اینی که چند درصد تا 1 دقیقه مقاومت کردن، 2 دقیقه 3 دقیقه، حالت های اینا که چطور اعصابشون، بچه ها میدونی شیرینی ها رو خیلی دوست دارن، بعضی میرن زیر میز که نبینن، بعضی سرشون رو میخارن کلافه میشن، عصبانی میشن، بعضی کلک میذارن باز میکنن توشو میخورن میذارن سر جاش، انواع حالتهای مختلف که چقدر تونستن مقاومت بکنن. این در واقع دیلی گراتیفیکیشن چقدر تا کجا مثلا به تعبیر میتونن. در واقع مطالعات رو اینه که آن چیزی که برای انسان مهمه از IQ بسیار مهمتره و بسیاری از ضوابطی که تعیین کردن سلف کنترله، و همه اینا رو ترک کردن که اینها در سالهای بعد، عرض کردم حدود 40 ساله که اینا بعد رفتن تو دبیرستان چه وضعیتی پیدا کردن. آمار نشون میده اینایی که تونستن بر خودشون مسلط باشن، مهار کنن نفس خودشون رو در تحصیلات، در برابر دراگ، در برابر همه این خطراتی که نوجوانان رو تهدید بکنه، خیلی بهتر تونستن مقاومت رو کنن، خیلی موفق‌تر بودن در محیط کار. به این نتیجه میرسن که اون چی که برای انسان مهمه، اون چی که شخصیت کامل رو تشکیل میده، در واقع قدرت مهار نفسه. اتفاقا تقوا دقیقا معناش همینه دیگه، تقوا از بقایه میاد، بقایه یعنی ترمز. تا چقدر میتونی خودت رو ترمز بدی؟ میگه باد خشم و باد شهوت، باد آز، بردو را که نبود اهل نماز.
یعنی تو دنیا طوفانای مختلفیه، باد شهوت با آز، آزمندی ها، حرص دنیا، باد خشم، اینا همه میخواد آدم رو بکنه. ولی کسی که سلف کنترل داشته باشه، ترمز داشته باشه، در برابر این طوفان ها میتونه خودش رو در واقع حفظ بکنه. خب اینا در واقع کلیاتی است که همونطور که عرض کردم نشون میده که شخصیت بالغ رو چیزی تشکیل میده که آدم بر خودش مسلط شده باشه در واقع. حالا بحث اینه که، سوال اینه که همونطور که عرض کردم چگونه میشه این مطلب رو در معارف دینی پیدا کرد؟ آیا هیچ وجه تأییدی، وجه انطباقی با اون چه که سلف کنترل یا همون دیلی گراتیفیکیشن تعریف میکنن آیا هستش در تعالیم قرآن یا در سخنانی که بزرگان گفتن یا حتی در ادبیات و عرفان ما عقبتر وقتی بریم قبل از اینکه این مفاهیم بحث شده باشه اونها عمیق‌تر این مطلب رو فهمیدن؟ خب اول اینه که در خود قرآن این شخصیت بالغ رو اگر بخوایم پیدا کنیم اتفاقا قرآن سن بالغ رو حلم میگه، میگه ازا بلغ الاطفال منکم البلوغ، وقتی اطفالتون به سن حلم رسیدن، حلم همین سن حلمه، ما میگیم فلانی به سن بلوغ رسیده، خود کلمه بلوغ به عربی یعنی رسیدن، به سن رسیدن رسیده، یعنی چی؟ به کجا رسیده؟ میگم بالغ شد، بالغ شد یعنی چی؟ ناخودآگاهی توی فرهنگ ما جا افتاده، کلمه بالغ یعنی رسید، کجا رسید؟ توضیح نمیدم به کجا رسید. قرآن میگه به مرحله حلم رسید، که حالا توضیح میدم که حلم در واقع همون شخصیت بالغه. پس هم از نظر بلوغ جسمی اسم بلوغ رو قرآن گذاشته حلم، رسیده به سن حلم. بلوغ رفتاری رو هم در واقع همون میگه، حالا ممکن آدم به سن بلوغ جسمی برسه ولی به سن بلوغ رفتاری نرسیده. قرآن عاقلا رو هم میگه احلام، ام تعمرهم احلامهم به هازا، عقل اینها احلامشون چنین عمل میکنه. یا داشتن رویاهای خیلی عالی رو قرآن باز میگه احلام، شبیه اون چیزی که در واقع مارتن لوتر کینگ میگه که I have a dream، اونا که دریمی دارن یعنی اندیشه های بلندی دارن، این رو هم در قرآن به عنوان احلام نمیگه رویا، احلام یعنی اندیشه ها، نظریات، خواب های خیلی درخشان دیدن برای دیگران، برای ملت، به همین معنا در قرآن بیان کرده. جالبه که واژه مقابل حلم رو یا حلیم رو قرآن سفیه میگه، میگه ازا بلغ الاطفال منکم البلوغ، ببخشید که راجع به حلم بود، میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، راجع به بچه های یتیمه، میگه این بچه های یتیم تا به سن حلم نرسیدن اموالشون رو ندین بهشون. بچه ها رو میگه سفها، نه که سفی باشن، تو فارسی ما سفی و بیخرد و دیوانه میدونیم، ولی در مقابل واژه حلم که نماد بلوغه کودک رو گذاشته، اینر چایلد رو گذاشته، کودک درون رو در واقع قرار میده در برابر اون وضعیت آخر، شخصیتی که به بلوغ رسیده. حالا در واقع اینطور که عرض کردم در فرهنگ ما، در ادبیات و عرفان ما اون قدرت نهایی انسان رو در حلم شناختن. من یکی دو مورد فقط خدمتتون اشاره میکنم، یکی خصوص راجبه بهار شهید این ماه از زبان مولوی، همون شعر معروف که از علی آموز، اخلاص عمل شیر عقلادان متحر است، دقیق مفصله که میگه علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای باگو از آنچه دیده ای، یا تو باگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته. یعنی حتی مولوی که امروز در واقع از برجسته ترین شخصیت های زمانه، خودش رو مثل یک کودک دبستانی
در برابر علی قرار داده، میگه تو بگو که این بازه در واقع اندیشت در اون افقهای عالی چی دیده، در ما توضیح بده. خیلی مفصل اون شعر آخرش اشاره میکنه به اون داستان حضرت علی که با اون پهلوان معروف مشرکین وقتی روبرو میشه، عمر بن عبدالبد، داستانش که خوندین تو اون جنگ احزاب که اونا سه تا پهلوان میفرستن از این طرف، از اون خندق عبور میکنن، پیامبرم سه نفر میفرستن، نفر اول علی بن ابی طالب که در برابر پهلوان قریش باید دوئل بکنه، عمر بن عبدالبد که داستان میدونین که بالاخره اون میفته زمین، حضرت علی که رو سینش قرار میگیرن او توف میکنه به صورت حضرت علی و بلند میشن. اینو به تفصیل نوشته، داستان حلم رو حالا توضیح میده. میگه تلتیق حلمت جان ما را چاک کرد. میگه این شمشیر تو شمشیر حلم بود، آب حلمت خاک ما را پاک کرد. مفصل من فقط دو سه تیکش که راجع به همین حلم عرض میکنم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. کهنیم، من مثل کاه نیستم که خشم و عصبانیت منو ببره. کهنیم کوهم ز حلم و صبر داد. خدا کوهی از حلم به من داده، کوه را کی در رباید تند باد. بعد دنبال اینه که میگه باد خشم و باد شهوت، باد آز بردو را که نبودن نماز. آخرش هم میگه تیغ حلمم گردن خشمم زده است. اون سوال میکنه که چطور شد که تو دیگه منو به زمین انداختی ولی بلند شدی رفتی؟ میگه من نمیخواستم برای خشم خودم، خشم بر من غلبه کرد. وقتی تو خدو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی، تو وقتی توف کردی تو صورت من خیلی خشمگیر شدم. اگه تو رو کشته بودم به خاطر خودم بود، من عقب انداختم، سلف کنترل همینجاست دیگه، رفت میره قدم میزنه حضرت علی. وقتی فرو میچینه یا حالا برای خودم دیگه در واقع نیست، میگه تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چون رحمت آمده است. یعنی خشم من باید تابع خشم حق باشه، جایی که وظیفه است باید این کارو بکنه. یک اشاره کوتاه هم به چون بحکمه به حافظ بکنم، این غزلی از حافظ هست کنم و غزل معروفی که امون که ما به دین رفت نفعی حشمت و جا آمده ایم، زبد حادث اینجا پناه آمده ایم. اونجا مسئله حلم خدا رو مطرح میکنه. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست؟ لنگر حلم تو که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطا خوش، ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. خب چرا خدا رو در واقع به صفت حلم معرفی میکنه؟ چرا خدا حلیمه؟ خود این نکته اصلیه در واقع. خدا صبور نیست، هیچ وقت صفت صبر در قرآن برای خدا نیومده، چون صبر یعنی مقاومت. ما میگیم خدایا صبر تو، خدایا چه صبری داری، ولی این به اشتباه در فرهنگ ماست. صبر یعنی در برابر سختی هایی که باید کسی وارد میشه بتونه مقاومت بکنه. صبر در فقر، صبر در بیماری، صبر در جنگ، صبر در خیلی چیزاست که ما صبر باید بکنیم. صبر اون مقاومت شکیبایی ماست، ولی بر خدا که سختی وارد نمیشه که خدا بخواد صبر بکنه. قدرتی فراتر از خدا نیست یا مشکلی برای خدا به وجود نمیاد. بنابراین مطرح نیست که این صفت رو برای خدا به کار ببریم. ولی خدا حلیمه. خدا حلیمه یعنی ریاکشن نداره، عکس العملی رفتار نمیکنه مثل ما. آدم ها خب تمپرشون میره بالا، رگ گردنشون آماس میکنه، صورت سرخ میشه، ناگهان آدم مثل ترقه از جاش بخواد بپره.
انسان ها خب تابع اون عواطف و اون قرائس هستیم دیگه نیست، ولی خداوند که احساساتی عمل نمی کنه آزادی داده به بندگان، یه عمر به ما مهلت داده، یه عمر فرصت داده. اگر تمام عمرم زنده خدا باشیم، خلاف خدا عمل بکنیم، حتی مبلغ بیدینی هم باشیم، حتی در واقع قتل و جنایت هم انجام بدیم، ممکنه آدم روی عکس العملش تو جامعه بگیرن و بکشن، ولی خدا نمیاد شخص رو تو دنیا، یعنی حتی برای بدترین کارها هم خدا اون مهلتی که داده، فرصتی که داده از کسی نمیگیره. یه ولو شاء الله و مقتتلو، اگه خدا میخواست که نمیتونستن اینقدر این آدم بکشن، ولکن الله یورید من مایشا، خدا اونشی که مشیتش اراده میکنه. از این جهت چون خدا عکس العملی نیست، میگن خدا حلیمه، حلم داره، یعنی اینطور مثل آدم ها روی عکس العمل رفتار نمیکنه. اما از نظر مثلا شناخت بهتر واژه علم که در این ماه اصل قضیه است، یک انسان کامل، انسان رشد یافته، انسانی است که بتونه بر خودش مسلط بشه، به اون شخصیت بالغ برسه که توضیح عرض کردم شخصیت بالغ شخصیتی است که عکس العملی دیگه رفتار نمیکنه. اصلا مرز بین انسانیت و دوران حیوانیت عبور از سلطه غرایزه، به نسبتی که انسان بر غرایزش مسلط شده باشه، بر خشمش، بر شهوتش، بر آزش، بر همه این رذایل اخلاقیش تونسته باشه که به مصلحت خودش عمل بکنه، به همون نسبت انسان تره. این یه مرز در واقع مهمه، یه خط فاصل بین دوران حیوانیت و دوران انسانیت. از این نظر واژه حلم در قرآن با حلم قرین است، این دوتا دائما با هم میان، یعنی دانش به انسان کمک میکنه که بتونه بر خودش مسلط باشه. ما اگر بدونیم در روابطی که با همسر خودمون داریم، با فرزند خودمون داریم، با همکار خودمون داریم، با دوستمون، با دشمنمون، بدونیم اون عملی که اون میکنه انتخاب شده خودش نیست، یه مشکل داره به صورت ژنتیکی، اکتسابی، خسته بوده این رفتارو کرده، بعد برداشت کرده، یعنی درست مثل پزشک که نسبت به مریض خودش اگر بدون این طرف مریضه که یه همچین عکس العملی داره نشون میده، این بیماره، بیمار روحیه. یا شما اگر علم داشته باشید که یه کسی مشکل داره، آدم عادی نیستش، مشکل مغزی داره، بر اون ایرادو نمیگیری، عصبانی نمیشی. بنابراین به نسبتی که انسان دانشش نسبت به عمل طرف مقابلش بیشتر باشه، به همون نسبت میتونه حلم بیشتری داشته باشه. در واقع چرا آدم نسبت به فرزندان خردسالش عصبانی نمیشه؟ خیلی کارهای ممکنه زد خیلی گرون قیمتی رو بشمونن، یا یه کاری بکنن که خیلی اگر یه شخص بزرگتری بکنه خیلی بر او سخت میگیرن، برای که علم داریم که اون که قصدی نداشته، اون که نیتی برای این کار نداشته. از 11 باری که در قرآن صفت حلیم برای قرآن اومده، 3 بارش میگه علیمن حلیما، خداوند علیم و حلیمه، چون علم داره به بندگان حلم نشون میده. یه جایی راجب تقسیم ارث که میگه شما نمیدونید، خدا میدونه که مصلحتتون اینه که به چه نسبتی و چگونه بدید، ولی خدا میدونه که بعضی دخالت هایی که انسان رو میگه خدا ایرادی نمیگیره، برای اینکه خداوند علیم حلیمه، میدونه نقاط ضعف انسان رو. یه جا راجبه مثلا اونایی که قصد هجرت میکنن ولی سر راه مریض میشن، میمیدن یا کشته میشن، نرسیده از مکه بره به مدینه به پیامبر برسه، میگه خدا علیم و حلیمه، خدا این نیست که حتما یه نفر به نتیجه آخر برسه، این که میدونست نیتش اینه، خدا چون علم داره بر اون ایراد نمیگیره دیگه، عکس العمل نشون نمیده. یه جایی درباره
در واقع مرزهای عاطفه و احساس و عدالت اون آیات قرآن که راجع به در واقع چند همسری هست به دلیل اون شرایط ویژه اون دوره، اونجا میگه که قسط و عدالت رو اگر حالا به اون دلایلی که تو اون موقع مطرح بوده برای نگهداری یتیمان تو اون شرایطی که یه مرتبه یک سوم مسلمان ها سپاه کشته میشن برای حفظ و نگهداری اون خانواده ها ایجاب میکردن اون شرایط اون رو که امکانات دارن مسئولیت و سرپرستی چند نفر رو بگیرن، میگه قسط و عدالت رو رعایت بکنید، یعنی هر چی برای اون همسری که دارین عین همون نظر عدالت اقتصادی، ولی میگه خدا میدونه که اون تمایلات قلبی که دست خدا آدم نیست، اونجا میگه خدا حلیمه و علیمه. عرض کردم که از فرمایشات حضرت علی هم میخوایم کمک بگیریم، ایشون هم چند جا در نهج البلاغه است راجع به متقین میگه متقین روزا چیکارن، اما نهار فعلما و علما، توضیح میده که شب در واقع اینا راز و نیازاشون با خدا چگونن و اما نهار روز، میگه مهمترین صفتی که انسان در روز باید داشته باشه حلیم بودنشه، حلم در برابر بقیه است. ما از صبح که میان بیرون خیلی هم گاربیجشون رو سر آدم میخوان خالی بکنه، آدم باید حلم داشته باشه، باید بتونه تحمل بکنه. میگه متقین حلیمن، نیروی سلف کنترل مانع از این میشه که ریاکشنشون بدن. علماءون علماءون ابرارون اتقیا، صفت متقین در روز دنبال حلم کردن ها. چرا؟ برای اینکه حلممون ضعیفه، برای اینکه دلمون میخواد اون رفتاری که برامون جالبه به همون بکنه. چرا به من توجه نکردن؟ چرا به من رأی ندادن؟ چرا قدر زحماتمو ندونستن؟ همه اینا در واقع نقطه ضعفایی است که برای رسیدن به اون شخصیت کامل، برای رسیدن به شخصیت حلیم باید پیمود در واقع. راجع به خدا یه جا میفرمد الله یعظی به علم و یعفو به حلم، مال خدا رو میگه علم و حلمش توامه. از اهل بیت پیامبرم میگه آل محمد یخبرکم حلمهم عن علم، میگه شما حلم اونا رو از کجا میتونید درک بکنید؟ از علمشونه، چون علم دارن حلم دارن. پیامبری که آگاهی پیدا کرده، پیامبری که در اون مسیری که میرفته همیشه اون یهودی خاکستر میریخته، خاک میریخته رو سرش، روزه یه روز هم مثل این که اون شکمبه گوسفند با همه اون محتویات کثیف شکته بوده، وقتی یه روز میبینن خبری از اون نشد میگن یه دوستی داشتیم حالی از ما احوالی میپرسید، هر روز خبری نیست، میگن مریض شده، میرن سراغش. خب این حلم از کجا اومده؟ میگه یخبرکم حلم و من حلمه، حلم اونها تو رو رهنمون میکنه به اینکه علم اونا چقدر زیاده. پس هرچه درک و فهم و دانش انسان بیشتر بشه بهتر مردم رو تحمل میکنه، عکس العملی رفتار نمیکنه با مردم. یا جای دیگه میگه خیر رو کجا میشه پیدا کرد؟ لاکن الخیر ان یکسر علمک و ان تعظم علمک، خیر اینه که علمت بره بالا و حلمت قدرت پیدا بکنه. لا شرف کل علم، هیچ شرافتی مثل علم نیست، و لا عزت کل علم، هیچ عزتی هم مثل علم نیست. اینا فرمایشات حضرت علی، فراموش شد کمتر جایی من دیدم که این همه در واقع این دوتا رو با هم ممزوج کرده باشه که هدف یک شخصیت کامل رسیدن به حلم سلف کنترل و اونم در واقع مربون دانشه. اشاره هایی خیلی زیادی هم داره که حلم مقابل صفحه هست، دوران کودکیه. این شخصیت سگانه که از کدام روانشناسا میگن شخصیت کودک اینر چایلد، شخصیت بالغ، شخصیت در واقع بالغ، اینا رو کاملا میبینیم توی نهج البلاغه مقابله هم قرار بده. میگه فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی، خداوند از رحمت خودش دور کرده سفیهان رو از ارتکاب معاصی
و العلماء لترک التراویح و آدم های حلیم رو که امر معروف نهی از منکر نمی کنند می ترسن نمی رن به مسافه انتقاد. این دوتا رو مقابل هم سفها و علما، انتقادایی که به ماویه کرده، انتقادایی که تو نهج البلاغه هست راجع به اهل نهروان، خوارج، اهل بصره، در واقع واصفین و مارکسی، همه جا پیراد رو میگه سفها الاحلام. احلام اینا حلمشون حالت کودک داشت، یعنی این شخصیت بالغ نداره، اینا شخصیت کودک دارن. هم راجع به اهل بصره میگه صفحت علوم مکان، یا اینجا میگه یا اشباه رجال ولا رجال، ای شبیه آدم ها ولی نه آدم. حلوم الاطفال، حلمتون دوران کودکیه. خیلی زیاد بعد از امر آس داره میگه چند راجع به معاویه است. عجیبه که این چیزایی که آدم میبینه که امروز مثلا تحقیقات علمی بهش رسیدن، دوران کودک، دوران در واقع بلوغ شخصیتی، وضعیت آخر، کاملا میبینیم که تو تعالیم ما، تو هم تعالیم قرآنی، کاملا این دو دوران مقابل هم گذاشته، تشبیه دوران کودکی با دورانی که آدم به بلوغ شخصیتی رسیده. کاملا این کلمه هل و صفحه اینا در واقع مقابل همه. و جالبه که این واژه هل یه بودش با کودکیه، مثلا شخصیت کودکه، یه بودش مقابل جهله. فراوان در قرآن هل در برابر جهل آمده، اما معنی جهل هم خیلی با اون چی که امروز ما فکر میکنیم، ما فکر میکنیم جهل یعنی نادانی. جهل هم یه بودش نادانیه، ولی در عمل جهل یعنی غلبه شخصیت کودک، غلبه احساسات، غلبه غرایز. من چند نمونه براتون میخونم. یه جا دعای حضرت یوسف، یوسف در معرض اون تحریکات زنان درباری قرار گرفته بود. خب یه جوانیه در سن بلوغ، برده زرخریده، اختیارم نداره که از اونجا بذاره. اولش که زلیخا بل نمی‌کرد، دست از سرش بر نمی‌داشت، بعدم دیگه خب داستان همه می‌دونید. میگه خدا یا الا تصرف عنی کیدهنه، خدا یا اگه این طرح‌های برنامه‌های رو از من منصرف نکنی، از من برنگردانی، اسو الیهنه، با تمام وجود دارم به سمت اینا میل می‌کنم. اسو الیهنه، اسو با ساده یعنی به شدت دارم می‌افتم، یعنی میگه خدایا به دادم برس، دیگه داره تحملم تمام میشه، دیگه دارم صعود میکنم، اگه خدایا به داد من نرسی من دیگه دارم میفتم. شوخی نیست که یکی تو اون سن در اوج این غریزه جنسی قرار داره و اونم در برابر این لطایف الهیل و با اون آرایشات و با اون برنامه هایی که خب میتونه آدم تصور بکنه، حتی تو اون مرحله آخر که دیگه میگه درم بست و گفت هیکلک و در اختیارم، دیگه در واقع هیچ راهی نداشت. شخص ممکنه بر خودش توجیه کنه که من که نمیخواستم دنبال این راه ها برم، اونا آمدن دنبال من، درم بستن، قفل کردم، من دیگه چاره ای نداشتم. میگه اگر این کار خدای به داد من نرسی دارم میافتم و این قسمت بعدیش مورد نظر منه. و اکن ملن جاهلین، اون وقت از جاهلین خواهم شد. اینجا جاهل یعنی چی؟ یعنی علمش رو از دست داده یوسف؟ مگه میشه یه آدمی که یه علمی داره، علم رفته تو مغز ما جا افتاده دیگه، مگه علمش رو آدم دست میده ناگهان آلزایمر میگیره؟ علمش از دست میداده؟ جاهل کسیست که علم نداره، جاهل کسیست که قدرت تسلط بر خودش نداره در واقع. پس کاملا نشون میده هل چقدر واژه زیربناییه در منظومه معارف قرآنی که هم با علم ارتباط داره و هم در واقع با جهل. در جای دیگه قرآن داستان اینا رو مخصوصا از انبیا گفته که ما حواسمون جمع باشه، میگه تا کجا در واقع این مسئله جهل بر آدم غلبه میکنه. جای دیگه راجع به نوحه، نوح داستانش خوندی که خب سیل میاد و دیگه همه سوار اون کشتی میشن و میبینه پسرش بیرونه، هی صدا میزنه که یا هونه یه حرف معنا،
پسر جون بیا سوار شو، بیا سوار شو. میگه نه، میرم به کوه پناه میبرم، میرم یه بلندی. میگه نه، امروز هیچ جای پناهگاهی نیست، تو رو خدا بیا سوار شو. و یه مرتبه میگه فعال بین هم الموج و کان من المغرقین، یه موج بلندی آمد و غرق شد. و یه پسره، یه پدره، چه احساسی شما که پدر هستید میتونید بچه تو رو ببینید یه مرتبه غرق شد، چه احساسی دارید؟ میگه خدایا تو که به من وعده داده بودی که من اهلمو نجات میدی و انت احکم الخیر ال... بله 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 یادم نفایشون. میگه خدایا تو که به من وعده دادی که اهلمو نجات میدی و تو هم که بهترین وعده دهندگانی، میگه غرق شد بذارم. پاسخ خدا چیه بهش؟ انی اعظک ان تکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم که جاهل نباش. یعنی چی؟ یعنی نادانه. این به معنی نادانی نیست، دانشش رو از دست نداده. رو جاهل نباش، یعنی تو که التماس کردی بیا سوار بشه نشد، حالا چرا تعصب پدر و فرزندی، چرا عاطفه این آمده غلبه کرده بر تو؟ تو که خواستی، تو که تلاشتو کردی، یعنی استثناء باید تو قانون خدا باشه؟ این انتظار داری که چون بچه تو هست حتما این همه مدت فعالیت کردی، به همم گفتی سوال یه روز دو روز نبود، ماه‌ها داشتی کشتی رو می‌ساخت، این همه طوفان شد، التماس هم کردی سوار نشد، خب این هم مثل بقیه شد دیگه. پس قلبه عاطفه پدر مادری جایی که حق و باطل هم هست اگه دخالت بکنه، این مقابل حلمه، این جهله. تو نتونستی خودتو مهار بکنی، خودتو کنترل بکنی. حتی به پیامبر خود ما هم گفته این رو در مورد تحمل مخالفین. 19 بار در قرآن گفته فصبر علی ما یقولون، بر این حرفایی که دشمنان میزنن تحمل بکن، حرفایی که مخالفین میزنن. پیامبر احساس داره، عاطفه داره. 19 بار به پیامبر گفته فصبر علی ما یقولون. یه جا میگه که ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم، مثل یونس نباش که عصبانی شد غرق کرد. صاحب الحوت همون یونس دیگه، یه جا هشدار میده نکنه مثل اون عصبانی بشی غرق کنی بری از دست مخالفی. یه جا میگه وصبر علی ما یقولون وصبر عبدنا داوود، در برابر اون چه مخالفی میگن تحمل کن. داوود یادت باشه زلعی عجب نیرومند بود، انه ابواب. میگه امکان کبر علیک اعراض کن، حالا اگه خیلی اعراض و دور شدن اینا برات بزرگ بیاد چکار میخواد بکنی؟ میتونی بری یه معجزه از آسمان بیاری؟ برو یه چاه بکن از عمق چاه بیاری معجزه بیار ببینن حالا اینا برمیگردن یا نه. بعد میگه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه خدا میخواست که خودش بلد بودی داره هدایت بکنه. فلا تکونن من الجاهلین، جاهل نباش. این داشته پیامبر خودمون داره میگه. این جهل چیه؟ احساس محبت پیامبر به مردمه. یعنی بعضی وقتا مثل مادرهایی که چون دلشون خیلی برای بچه ها میسوزه یه کارهایی میکنن که نباید کرد. یه مادری رو میشناختم شبا وقتی بچه ها میخوابیدن تمام تمرینایی که بودن میرم نگاه میکنم غلطاش هم برای با پاکون پاک میکرد، درستش میدوشت این دخترم این پسرم فردا مثلا جلو بقیه یا اونا که انشاء بچه هاشون رو می نوشته. پس محبت هم یه جایی مضره، نباید محبت زیادی کرد. یه جا آدم باید وایس در برابر بچه ها بگی نه این درست نیست، این کار اجازه نمیدم. یکی از آفتهای بزرگ تعلیم و تربیت ما اینی که اون عشق و محبتهای مادری یا پدری مانع از تربیت بچه ها میشه، تربیت رو نادیده میگیریم، اون غلبه میکنه. اینم جهله. در واقع مسئله جهل مقابل حلمه. در واقع اینجا در واقع پیامبر ما قرآن مهمترین صفتی که برای پیامبر اسلام قائل شده و عجیبه این که کمتر هم بهش توجه شده، عشق به مردمه و درد مردمه. دو بار به پیامبر گفته که تو داری میمیری، اصلا تو داری دق میکنی از قصه مردم.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ. تو اصلا جانت از دست داره میره که چرا آخه اینا ایمان نمیارن، چرا اینا ایمان نمیارن به هذا الحدیث اسفاً، از تأسف، از غصه مردم که چرا راه سعادت رو نمیگیرن. تو داری نفستو از بین میبری، تو داری دق میکنی. باخو نفسه که کتاب لغت بری یعنی دق کردن، تو داری دق میکنی. یه جایی به پیامبر میگه فلا تذهب نفسه که علیهم حسراته، مبادا جانت از دست بره به خاطر مردم. هفشته ها رو گفته تو قرآن لا تحزن علیهم، انقدر قصه مردم رو نخور. اون آخرین آیه سوره توبه که متاسفانه بعضی ها حذف کردن از قرآن، طرفدار رشاد خلیفه که میگن این قلوبامیزه را جه پیامبر. چرا قلوبامیزه؟ میگه لقد جا اکم رسول من انفسکم، یه رسولی از خودتون آمده، عزیزون علیه ما علیتون، دردها و رنجها و گرفتاری شما برای او طاقت فرساست، حریصون علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما، بالمؤمنین رعوف رحیم. خب پیامبری که رحمتن للعالمین معرفی شده، یا میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدایی که در درون تو بود انقدر آدم ملایمی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه یادم خشنی بودی، بد زبان بودی، عصبانی بودی، لنفضوا من حولک، از پیرامون پراکنده میشدن. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. خب چنین انسان عاشق خلق خدا، اینی که میگه که الناس و عیالی انفعهم الیهم احبهم الیهم، خدا میگه مردم خانواده منن، بچه های منن، کسی که بیشتر به اینا خدمت کنه پیش من عزیزتره. در اوجش پیامبر بود که براش تحمل ناپذیر بود دردهای مردم، نه مردم موافق خودش، نه تنها مؤمنی. اینجا میگه که تو چیکار میخوای بکنی که اینقدر ناراحتی؟ فکر میکنی که معجزه باید بیاد، حالا تو بری معجزه بیاری، از آسمان نردبون بذار برو آسمان یا چاه بکن عمق زمین؟ مشکل این نیست، مشکل این که خودشون نمیخوان. جاهل نباش، یعنی جاهل نباش که توهین نمیخواد به پیامبر بکنه. خداوند میخواد بگه که این عشق به مردم یه حدی داره، خودتو نکش برای این که تو داری دق میکنی از واسه. تا خودشون نخوان هیچ فایده نداره. اگه خدا که میخواست ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، خدا همه رو اجباری، مثل این بزرگان ما داخل ایران که میگن مردم به زورم شده داخل بهشت میبرین، خدا نخواسته کسانی با زور تو بهشت برن. به پیامبرم میگه تو حق نداری با زور ببری، کسانی که با زور میخوان تو بهشت ببرن جاهلن، شخصیت کودک دارن، هنوز نرسیدن به این که آدم باید خودش رشد بکنه. اینم در واقع اون بوده مربوط به هر وقت آقای افشاری کجا منه رو دیدارم سخن بله. اما از قرآن سه بار از حلم پیامبران هم سخن گفته، من بخش قرآنیشو آیم شاید درستم ولی شاید مثلشو. یکی از ابراهیم حلم ابراهیم رو گفته. ابراهیم چرا حلیم بود؟ داستان ابراهیم رو مطرح کرده سوره هود آیه 75، میگه که فرشتگان بر ابراهیم نازل شده. فرشتگان حامل دو پیام بودن، یکی پیام بشارت فرزند ابراهیم، سن نمیدونم حالا تورات که میگه 148 تا چقدر بود، حالا نمیدونم راست دروغ کنه، بالاخره پیرمردی بوده که دیگه بچه دارم نمیشده، همسرش هم نازل بوده، یه عمری در اشتیاق فرزند بوده. این خبر اول. خبر دوم چیه؟ اولی وقتی این خبر رو میدن میگه کار شما چیه؟ این بشارت رو میدن، میگه فما خط بکنم ایو هر مرسل. ابراهیم میفهمه که آقا بچه من مسئله مهمی نیست که بخواد فرشته براش نازل بشه. بفرمایید کارتون چیه؟ کار اصلیتون چیه؟ یعنی ابراهیم جدی نمیگیره اینا، یعنی این رو مسئله پیش با افتاده ای میدونه که خدا برای خاطر من خواسته باشه فرشتگان بفرسته که بشارت. اونا میگن انا ارسلنا الی قوم لوط،
ما مأمور نابودی قوم لوط هستیم. اصلا ابراهیم فراموش میکنه فرزند خودشو، کسی که دهه ها سالیان دراز در آرزوی داشتن یه فرزندی بوده، نه فرزندی که بچه دار بشه، که ادامه بده این رسالت رو. ابراهیم میدوند دنیا میده، هیچکی نیست که این بار امانتی کنه، بار امانت رو براش مهمترین چیز زندگیش همین بوده، همینطوری که برای زکریا همین بود. نازا بود همسرمونم، میدید که بریده شده دنبالش. جالبه که قرآن میگه که وقتی که بعد از این بشارت ابراهیم یجادل و نافی قوم لوط میگه و جاعت و البشرا، بعد از این که این بشارت فرزند اومد، خدا با ابراهیم با ما شروع کرد به مجادله کردن. خوب دقت کنید الان این نفت برای فهم ماست که داره میگه. ابراهیم با خدا داره مجادله میکنه، برای کی؟ برای قوم نه هم جنسگرای لوط، برای قوم متجاوز لوط. اونا که یه گرایشی نداشتن که به طور طبیعی زوری نباشه در کار، به زور مسافرهایی که از شهرها دیگه میرفتن. قاعدتا به هر مسلمانی شما بگین که مثلا این هم جنسگرا در فلان زلزله اومده بیارن، خب الحمدلله من شهرش خیلی از اینه، آدم دل نمیسوزونه. معمولا میگه خب اینا چه فسادی برای جامعه شد، چه بهتر شد که خب اینا. حالا تو امریکا یه فرهنگ دیگه است، البته من رو جامعه خودمون میگم، جامعه به اصطلاح دنیای سوم که همچه اتفاقاتی بیفته، حالا چه برسه هزارهای پیش. ببینید چه نفرتی بوده نسبت به این آدمایی که چنین میکردن. حتی تو ادبیات ما هست، دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال. یه آبخانه خوردن که یاد به ظالم از بین بره از عمر 70 و 80 سال بالاتره. چقدر لذت بخشه که آدم ببینه که یه کسی که باش مخالفه یا در داوری هاشون رو بد میبینه کشته بشه از بین بره. ولی ابراهیم به خاطر قوم لوط با خدا داره مجادله میکنه. حالا ما نمیدونیم چی میگفته. خدایا بندگان تو هن، آدم خدایا رحم بکن، خدایا مثلا، حالا اینا که نمیدونستن، از نمیدونیم چی میگفته، قرآن اینا رو نیورده، ولی همین میگه که با ما مجادله میکرد. مجادله یعنی یه کسی رو از تصمیمش منصرف کردن. میگه یا ابراهیم و احرزن هازا، ابراهیم صرف نظر بکن، این نتیجه عمل خودشون دامنشو گرفته. مثل کسی که روزه شده آدم یه گریه بکنه به معلم بگه ما این کار رو میقبولی بهش بدین رو بره بالا، نمیشه داد، خلاف حکمت، این خیانت به کسانی قبول شده. بعد دنبالش میگه که ان ابراهیم لحلیم اواب منیب، ان تاکیده ما تو فارسی میگیم این دیگه کیه، این دیگه چه حلیمیه که حتی راجب همجنس بازام در واقع با خدا داره دعوا میکنه، با خدا داره مجادله میکنه برای نجات اونها. یعنی در درونش هیچ کینه و نفرتی حتی به این آدم ها نیست. به نظرتون عجیب نمیاد؟ ابا هم یعنی کسی که از احساسات آه میکشه. ان ابراهیم لحلیم اواب منیب، چقدر عاطفه داره، چقدر احساس داره، این آدم چقدر لطیفه که دشمنی در درونش راه نیافته. از فرمایشات حضرت علی، نامه های حضرت علی به معاویه میگه به خدا قسم اگر جواب الاقدار قضا و قدر روزگار ما دوتا رو کنار هم بیاره، آنچنان از من محبت خواهید یافت که نمیگنجه در ذهنه. میگه من میدونم خدا داره منو با تو آزمایش میکنه، تو رو با من، اصلا خودشو میذاره تو یک کفه. حتی به معاویه داره میگه تو کوتا بیا، تو بیا با هم حرف بزنیم، چرا مسلمان ها به جون هم بیفتن این همه کشته بشن، بیا ما با هم مشکل حل کنیم. تو چی میگی؟ حرف من چیه؟ چرا این جنگ رو راه انداختی؟ بیا با هم دوست بشیم. یعنی حتی با معاویه هم کینه ندارن اینا. به این میگن شخصیت حلیم. یه بود دیگه حلم رو هم از اسماعیل قرآن نشون داده. ارز کردم سه چهار باره، دو بار داشته به ابراهیم آمده. شعیب هم عرض بکنم، شعیب هم خیلی
حرفای زشت بهش میزنن، خیلی باش مخالفت میکنن، ولی این محترمانه رفتار میکنه. بعد بهش میگن قالو یا شعیب السلام رو که تعمر کن نتو که ما یهود آوانه های نماز داره به ما میگه که ما این بوتا رو بل بکنیم یا در اموالمون مثلا نزول نخوریم چیکار نکنیم. انکه لانت الحلیم الرشید، تو عجب آدم حلیمی هستی، حلیم رشیدی هستی، یعنی با وجود این همه رفتارها تو اینقدر سر جای خودت هستی و مؤدبانه رفتار میکنی، عجب رشد یافته ای. حلم همون شخصیت ارسی آدم رشد یافته است، وضعیت آخره، شخصیت بالغ انسانه که آدم دیگه به نهایتش رسیده. اما آخرینش اشاره بکنم، این همون قصه آخر ابراهیمه که حالا اون فرزندی که خدا بهش داده و این همه بشارت آمده بود، داستانش که حالا به سن وقتی که حالا ما بلغ ما حسین، وقتی که به سن دویدن میرسه، ابراهیم میگه یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسر جان من مرتب در خواب میبینم که تو رو دارم ذبح میکنم، نه یه بار دوبار، نمیگه رأی تو، انی ارا فی المنام، دائما این تصویر به ذهن من داره خطور میکنه، فانظر ماذا ترا، تو چی میبینی، نظر تو چیه، با اون مشورت میکنه. با یه پسر 7-8 ساله، من نمیدونم چند ساله بوده، پدر میگه دائما این داره در ذهن من خطور میکنه، دائما در رویای من میاد، تو چی نظر میدی؟ تو نظرت چیه؟ میگه یا ابتف الما تومن، پدر جان به اون چی که معمولی عمل میکن. او داره پدر رو دلداری میده، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد منو از صابرین خواهی یافت. نمیگه حتما، کجا میتونه که حتما میتونه مقاومت کنه، یه فلم ما اصل ما، وقتی هر دو تسلیم شده، به قول دوستمون آقای نراقی میگه که ابراهیم قبل از این که بخواد اسماعیل رو ذبح بکنه 100 بار خودش ذبح شده بود، برای این پدر یعنی که 100 بار خودش رو قیمه قیمه بکنن سخت‌تر از اینه. میگه وقتی هر دو تسلیم شدن و تله للجبین رو گذاشت که آماده بشه، نادینا و انیا ابراهیم، این ندا در آمد که قد صدقت الرؤیا کذلک نجزی المحسنین. اون رؤیا رو، این آزمایش رو، یه همش آزمایش بود، این یه ابتلا بود که مشرکین بچه هاشون رو پای بتا قربانی میکنن، باید معلوم میشه که تو هم حاضری به اون خدای ارحم الراحمین رب العالمین که باور کردی تا اینجا حاضری. حالا اولی که خود فرشتگان به ابراهیم بشارت فرزند دادن، گفتن فبشرناه به غلام حلیم، یه جای قرآن میگه فبشرناه به غلام علیم، یه جای میگه غلام پسر بچه، صفت حلیم رو با علیم آورده. حالا چرا اسماعیل حلیم بود؟ دیگه از سخت‌ترین، از دشوارترین غریزه انسان که غریبه خوب ذاته، از اونم گذشت. این در واقع رکورد رو شکست دیگه. غرایز، خشم، شهوت، همه اینا هست، ولی همه اینا زیر مجموعه خوب ذات جانه. ولی کسی حاضر باشه که وقتی که پاش میرسه که جانش هم بده در راه حق، اگر مهار بکنه غریزه حب ذاتشو، جان دوستی خودشو، که اونم جزء غرایز ماست، خدا در درون ما داشته، ولی تا کجا؟ اگر حق باشه در راه وطنم، آدم حلیم جانشو دیگه میبازه در راه دیگران. اینجاست که میگه اون هم یک فرزند حلیمی بود و هم علیم بود، چون حلم داشت، حلمش رو به آخر رسید. تمام یا؟ ده دقیقه فکر وقتیم باشیم. من خب عرض کردم که بیشتر فقط فکر بذاریم کلیات شما فقط خدمتون بگم، فقط یکیش رو شاید جمعه خانواده که داره حلم داخل خانواده. در قرآن عمدتاً حلم خدا از کم 3 بار حلم با علم آمده، نشون میده باید علم داشت تا حلم پیدا کرد.
یا میشه گفت که حلمه که ساپورت میکنه، علمه که ساپورت میکنه حلم. و هرچی ما دانشمون به رفتارهای دیگران بیشتر باشه، خودمون رو در یک سطح بالاتر قرار بدیم، بیشتر تحمل میکنه ناملایمات رفتاری دیگران رو. چند بار در مورد بیش از همه حلم در قرآن با غفران اومده. متاسفانه فرصت نیست بخونم، بسیار درس آموزه. خدا تو قرآن نیومده این صفات خودشو بگه که ما بگیم بچه خداییه. ما در واقع همینطور که تو دانشگاه رشته های مختلف، گرایش های مختلف رو میتونیم بخونیم، در دانشگاه هستی یا در مدرسه عالم دروس ما و گرایش هایی که باید بهش میل بکنیم یا دانشکده های مختلف صفات خداست. اگه خدا علیمه دنبال علم باید بریم، اگه حکیمه حکمت، اگه عزیزه دنبال عزت، اگه غفوره دنبال بخشش، الی آخر هزار یک اسم خدا رو در این ایام هم که در پیش شما میخونید در دعای جوشن کبیر. اسامی خدا که در قرآن اومده، به خصوص این اسامی ترکیبی، اینا درس بر ما که ببینید خدا در این موارد حلیم و غفوره. شما باید در اینجور موارد حلیم و غفور باشید. من حالا وقتی سورا رو بخونم فقط یه موردش رو میگن که حلیم و شکور تو قرآن اومده. اینم در این فرصتی که عرض کردن این یه دونه رو فقط میخونم که یه بارم خدا به صفت شکور اومده. چرا خدا حلیم و شکوره و چه رابطه شکر با حلم داره؟ ببینیم، میگن که یه لیوان رو به قسمت خالیش نگاه نکنید، به قسمت پرش نگاه بکنید. پس میشه نظر مثبت هم میشه داشته باشه آدم. در رفتارام همینطوره. اگه هر روز وارد خونه شدید، خلاف انتظارتون یه چیزی دیدید از همسرتون، حالا شوهره یا زنه، یا از فرزندانتون، یا وارد اداره شدید از همکارتون، معمولا آدم جهات مثبت رو فراموش میکنه که یه عمر سالهاست زندگی کردیم همش مثبت بوده. جنبه خالی لیوان رو ما فقط میبینیم. ما هیچ وقت دندونمون رو احساس نمیکنیم مگر دندون درد بگیریم. هیچ یک از اعضامون رو، چشممون رو، گوشمون رو، هیچ عضومون رو احساس نمیکنیم وقتی که درد بگیره. اونجا هم هزار جور ناشکری هم میکنیم، نیست؟ خب اگه ما این رفتار رو تعمیم بدیم که حلممون همراه شکر باشه، یعنی عامل تشکر، عامل سپاس بر ما غلبه بکنه. اگه میخوام ایرادی بگیریم به همسر یا به فرزندمون، آقا یه بار اتفاق افتاده، همیشه که نبوده، چرا موارد دیگه اون بر تو غلبه نکرده، از ذهنت غایب میشه.